سلام دوستان و عزیزان، در خدمتتون هستم. برای فال روزانمون با هم می‌پردازیم به انرژی یک شنبه 14 خرداد. دوستان عزیزان، مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین دوستان، و همچنین مثل همیشه شما یاران و سروران کانال که با کامنتاتون، با لایکاتون و با بازدیدتون از این کانال به این کانال که کانال خودتون هست قدرت میدین. عزیزان دل، منو ببخشین به خاطر کمکاری که در مورد جواب دادن به کامنت ها دارم. این روزا باید مقدار از خودم محافظت کنم، سرمو نمیتونم خیلی پایین بگیرم به کامنت ها جواب بدم، ولی حتما در اسرع وقت شروع میکنم به جواب دادن به کامنت ها. دوستان ببینیم چه خبر است در انرژی های شما عزیزان دل. و اولین کارتی که با شما همراهی میکنه در ارتباط با انرژی هیجانی شما چه کارتی هست، با هم دیگه نگاه میکنیم. حرف از این میزنه که تحت تاثیر مسئله هستین، حالا یا مطیع هستین دوستان، یا اینکه میترسین که مطیع بشین و اینکه مقدار تردید میکنین دست به کاری بزنم که یه مرتبه اون آزادی و استقلال خودم رو از دست بدم، یا اینکه احساس میکنین که آزادی عمل نداریم و میترسین از اینکه تحت نظر باشین. خب حالا ببینیم کارتای دیگه بهتون چی میگن عزیزان. کارت بعدی دوستان دارم ببینم که فعلا که شک و تردید شما زیاد بود، همونجور که پشت کارت های هیجانی هم که بود شک و تردید زیاد بود. تصمیمی باید بگیرم که این تصمیم خیلی مهم هست، و یا اینکه برای یک سریاتون تحت تاثیر دوستان شخصی هستین، شخصی که با شما در سکوت هست، مسئله‌ای ممکنم هست باشه که در یک استان بای هست و اینکه شما دید درستی روش ندارین و اینکه پر از تردیدین چه میشه و چه کنم و چه جوری درست بشه و چه جوری جلو بره، همه اینها رو با هم دیگه در وجود شما دارم میبینم. خب بریم ببینیم کارتای دیگه به شما چی میگن در ارتباط با این مسئله دوستان. یک کارت دیگرم بردارم. فعلا که از واقعیت آنچنان خبری ندارین، چشمتون رو بستین، روی واقعیت هم چشمتون رو بستین. ببینید کارت ها تکرار میشن دوستان. کارتی که برای فال شنبه افتاده بود اینجا افتاد در وسط مرکز کارت ها، و حرف از این میزنه که باز هم ببینید دارم میرم احساسات شما تحت تاثیر داره قرار میگیره. ببینید دوستان این کارت این حرف رو به من میزنه. ببینید پیرامید افتاده، پیرامید یا حرم اهرام مصر دوستان، بناهایی هستن بسیار بسیار مستحکم و الان میلیون ها میگم میلیون هزاران سال هستش که پا بر جا هستن. خب این هزاران سال یک هرم مصر یک شبه درست نشده، یواش یواش پله پله بالا رفته و اینکه به یک استحکام رسیده. خب حالا بریم ببینیم با هم دیگه دوستان کارت های دیگه بهتون چه حرفی میزنن در ارتباط با این کارت. از کارت آینه بینی براتون استفاده میکنم. خب حرف از فاصله میزنه. پس مسئله که مد نظر شما هستش، مسئله هستش دوستان برای من ادامه انرژی دیروز هستش. یعنی که دارم میبرم که عزیزان دل، دوستانی هستین که شاید واقعا در انتظار مسئله هستین، شک دارم نمیدونم چه پیش خواهد آمد، احساساتتون تحت تاثیر قرار گرفته، و ولی موفقیت شما رو از اینکه فاصله بگیرم از آنچه که باعث میشه که به مغز خودم چکش بزنم، بیشتر از این دیگه چکش نمیزنم. خب ببینیم کارتای سیمبولون، کارت سیمبولون بهتون در این ارتباط چی میگه. خب کارت سیمبولون هم حرف از فاصله میزنه دوستان. دارم میگم فاصله میگیریم، حرکت میکنیم برای اینکه بخواین از این حالت ها در بیاین دوستان، کاری رو دارین انجام میدین. اینجا برای من عزیزان دل، عزیزان اردیبهشت ماهی و بهمن ماهی اینجا افتاده، من دارم میبینم که خودتون به این نتیجه میرسین که باید کاری رو انجام بدین، حرکتی رو انجام بدین، نمیتونین با یک جا ماندن و در ذهن خودتون رو چکش کاری کردن کاری رو از پیش ببرین. پس حرکت میکنین، فاصله میگیرین از آن چه که به شما یک حالت به هر حال مطیع بودن رو میده، و یا اینکه تردیدهای زیاد و حال بد رو بهتون میده. میخوایم به آرامش برسیم و برای آرامشتون حرکت میکنیم. خب آخرین کارت رو من از این دسته کارت ها
بگو که دوستم داری رو استفاده میکنم. و اینجا حرف هست، ببینین، خوشحالی، خوشبختی و شادی میزنه اینجا و خنده. میخندین یه روز به همین چیزا. یه دفعه‌ای هست دوستان وقتی که توی مشکلات هستیم نمیبینیم وای که تمام میشه، که فلان میشه اینا، بعد از مدتی که میگذره میخندیم به آنچه که یادت میاد چه جور بود، میخندیم به آنچه که بر ما گذشت و اون زمان اونقدر درونش بودیم و فاصله نداشتیم نگرفتیم ازش. زندگی یکی از درسایی که به ما میده این ازش که با هر مسئله ازش فاصله بگیریم. و همیشه بهتون میگم وقتی کوهش نزدیک باشیم، کوه عظمت داره، ما رو شگفت زده میکنه، ولی هر چقدر که از کوه دور بشیم، کوه رو میتونیم در بین دوتا انگشتمون بگیریم. مشکلات هم به همین صورت دوستان. بریم ببینیم لاین آف لاوا. یک سری از دوستان پرسیده بودن که اسم این کارت چی هستش. اسم این کارت لاین آف لاو هست، این دک. خب بریم ببینیم در انرژی های شما چه خبر هست دوستان. انرژی براتون میکشم، خط انرژی دوتا افتاد، سه تا. خب در انرژی های شما عزیزان دل، ببین دو بار خانه افتاده اینجا و پناهگاه، خانه و پناهگاه و اینکه دارم اینم مخفی. یک سری از چیزها رو برای خودتون دارین نگه میدارین، همه چیز رو در ارتباط با زندگی یا زندگیتون، در ارتباط با خانوادتون، هر چیزی که هست حرف نمیزنین، یک سری از مسائل دارین روش فکر میکنین. الان برای یک سری ها این روزا ممکنه مسکن شما برای شما خیلی مهم باشه دوستان، و همچنین مسائل خانوادگی شما براتون خیلی مهم باشه. ببینیم در ارتباط با مسائل احساسی شما چه خبر هست. دو تا کارت افتاد اینجا. در ارتباط با مسائل احساسی دارم میبینم که حرف از شانس میزنه بر روی آنچه که شما رو شاید احساس میکردین که در یک سراب هستیم. من دارم میبینم که در یک مسئله ای که شاید خیلی بهش فکر میکردم و فکر میکردم که امکان برقراریش وجود نداره، دارم بر شما یک شانس میبینم دوستان. در ارتباط با مسائل کاری شما، در ارتباط با مسائل کاری هم دارم میبینم یک مقدار احساس ترس میکنین دوستان. برای چی احساس ترس میکنین نمیدونم. در ارتباط با مسائل مالی شما به چه صورت هست ببینیم با هم دیگه. احساس میکنین توی مسائل کاریتون شاید آزادی عمل ندارین، و اینکه دارم میبینم که حرف از دست دادن داره میزنه، حرف از اعتماد میزنه. من فکر میکنم که حالا به زندگی مالیتون یا با افرادی که باشون در ارتباطات مالی هستین اعتماد میکنین، یا اینکه اعتماد دارین که آنچه را که بخواین، مادیاتی که دلتون بخواد رو میتونین به سمت خودتون بکشین. خب در ارتباط با مسائل اجتماعی میتونین داشته باشین، یعنی با برنامه ریزی، با تفاهم با خودتون، نه اینکه فکرش کنم بعد مادیات تلپی بیفته توی حسابم. در ارتباط با مسائل اجتماعی تنهایی دارم میبینم اینجا و فراوانی دارم میبینم که از یک تنهایی دارین در میان دوستان، از یک حالتهایی که در عزلت هستم در میان و به سمت یک زندگی اجتماعی پرتر دارین حرکت میکنیم. ببینیم با همدیگه در انرژی های چالش شما چه خبر هست. چالش شما دوستان این هستش که شفا پیدا کنین، حالتون خوب بشه، چه چیزی کمکتون میکنه. دو تا کارت افتاد. روی کودک درون خودتون کار میکنین دوستان. به کودک درونتون میرسین. شاکرا ریشتون رو دارین درست میکنین. خب. پس روی یک شفا دارین یک سریاتون کار میکنین عزیزان. اوکی. آنچه که شما رو، کودک درون شما رو ناراحت و عذاب داده. ناراحت کرده و عذاب داده. به چه سمتی میرین؟ به سمت یک حرکت دوستان. حرکت دو بار اینجا، حرکت یک بار اینجا. واقعا شاید یه سریاتون دارین به سمت یک مسافرت میرین. خب دوستان خلاصه از کارت ها رو مثل همیشه بهتون میگم و بعد میریم سراغ کارت های دیگه. پس دارم میبینم که شک و تردید بسیار زیادی دارین در مورد حالا تصمیمی که در مورد شما گرفته بشه یا تصمیمی که بگیرین، یا اینکه اصلا به طور کلی سر از مسئله بخواین در بیارین. احساس میکنین که یا ممکنه آزادیتون رو از دست بدین، یا تحت نظر هستین، یا مطیع هستین. به هر حال احساساتی هستن که شما رو یه مقدار مستعصل میکنن. ممکنه هم شرایطی که درون هستین این شرایط
از اونجایی که شما دید درستی روی مسائل ندارین و از همه چیز باخبر نیستین، خودتون هستین که ذهن خودتون رو بر حال دارین به درد میارین. از جانبی دارم میبینم که تصمیم میگیرین که فاصله بگیریم و این فاصله گرفتن دارم میبینم حرکت میکنین و شما رو به یک بر حال خوشحالی و خوشبختی داره میرسونه. در انرژی های شما دوستان بیشتر انرژی این که روی خودتون و روی خانوادتون و یا روی مسکنشون دارم میبینم که خیلی متمرکز هستین و در مورد یک سری از مسائل حرف نمیزنین. اوکی، در ارتباط با مسائل احساسی دارم میبینم که شانس هایی داره براتون در مورد مسائلی که خیلی بهش فکر میکردین، خواب و رویاتون بوده، داره براتون شانس هایی به وجود میاد. حالا شانس های گنده گنده نیست، ولی کوچولو کوچولو احساس میکنم، فکر میکنین که به خواب و رویای خودتون میتونین باور داشته باشین. در ارتباط با مسائل کاری شما دارم میبینم که احساس میکنین که در یک قفس هستین، ممکن هست یک سری ها احساس میکنین که آزادی عمل آنچنانی ندارین. در ارتباط با مسائل مالی اعتماد میکنین به آنچه که نصیبتون خواهد شد و به کارهایی که انجام دادین و اینکه قدرت بر حال کشیدن مادیات به سمت خودتون. در ارتباط با زندگی اجتماعیتون از تنهایی به سمت یک مسئله بهتر دارین حرکت میکنین. من فکر میکنم یک سری ها همجور که کارتهای بالا داشتن میگفتن حرف از حرکت میزنه، حرکتی رو که دارین انجام میدین دوربر شما رو شاید شلوغتر میکنه تا اینکه بخواین فقط در خلوت و در تنهایی باشین. چالشتون این هست که روی یک شفا کار کنین، روی سلامتی خودتون، ذهنتون، روحتون، جسمشون کار کنین. چیزی که کمکتون میکنه عزیزان دل، من فکر میکنم یک سریاتون کاملا میدونین کجای این کودک درون شما زخمی هست و میرین به دادش میرسین و در آغوش میکشینش و میگین من در کنار تو هستم و از تو محافظت میکنم. همیشه دوستان وقتی که حالمون بد هست چشماتون رو ببندین، اون کودک درون رو که پر از زخم هست در آغوش بکشین و بهش بگین که نوازشش کنین و بگین که شما الان دیگه به اندازه کافی بزرگ هستین و میتونین ازش محافظت کنین. به چه سمتی میرین دوستان؟ به سمت حرکت دوستان. خب از هرچی بگذاریم دوستان، سخن مسائل احساسی خوشتر است. بریم ببینیم کارت‌ها در ارتباط فرشتگان عشق چه حرفی براتون می‌زنن در ارتباط با مسائل احساسی. دو تا کارت می‌کشیم در این باره، ببینیم چی بهتون میگن. یکی میگه که درخشش خودت رو جاهای دیگه هم ببر، دلبری کن، هم فقط یک جا رو آباد نکن، جاهای دیگر هم آباد کن. کارت بعدی میگه که فکر خودت رو باز بذار، شخص مورد نظر تو یا اون که اون دلبر تو حالا ممکن است یا اینکه هر کسی که حالا جفت روحی، من آنچنان بهش اعتقاد ندارم، جفت روحی معمولا روابط خیلی ساده و خوبی هستن، ولی خب یه سریامون دنبال هیجان و آدرنالین میگردیم. ممکن هستش متفاوت باشه با اون چیزی که تو فکرش میکنی و انتظارش رو داری. پس ببینید شما رو دعوت میکنه که اون شعای بر حال انتخابات احساسیتون رو بازتر کنید. فقط خودتون رو ببینید، من یک نفر میخوام، چشممو دیگه روی دنیا بستم و تحت تاثیر این موضوع هستم. ممکنه این هست، این هم باشه با کارتای بالا. پس میگه که اون بر حال دیدگاه و پرسپکتیو و چشم انداز خودتون رو بازتر کنید. حالا بریم ببینیم دوستان عزیزان، قطب مؤنث و نه جنس مؤنث، دوستان گل بلبل کانال یین های محترم، ببینیم که شمایی که معنوی و احساسی هستین، منظور خانم ها نیست، خانم ها و آقایون، یین محترم در چه انرژی هایی هستین. میگه که من ناامید هستم به خاطری که در همه چیز انتظار زیادی میذارم. خب از خودتون خیلی انتظار نداشته باشین دوستان، همه ما قبل از هر چیز انسان هستیم. میگه که من میخوام یک قدم به سمت تو بیام و میخوام زندگیم رو دستم بگیرم. اوکی، و کارت آخر بریم ببینیم کارت آخر چی بهتون میگه. بهتون میگه که من در بر شغل خودم سرمایه گذاری میکنم و میخوام تا آخر اهدافم برم. دارم اینجا میبینم عزیزان ده دوستان یینی هستین که خیلی در گذشته ناامید بودین و تصمیم گرفتین الان دیگه کس نخواهد پشت من جز ناخن سر انگشت من. قدم برمیدارین، حرکت میکنین، مسائل منطقی نگاه میکنین و اینگونه هست. با اینکه من روی خودم حساب میکنم، روی کسی دیگه حساب نمیکنم، کاری که باید رو انجام ندم شد، خیلی خوشحال هستم، نشد دیگه از این حالتهای دلسردی دیگه نمیخوام توشون باقی بمونم. و اما بریم ببینیم که چه عجب این جوجردک زشت بازی دیگه خیلی در نیاد. اول نشست گریه زاریاش رو کرد،
به سر و سینه زد و دیگه تموم شد. حالا بریم ببینیم یانگ چه خبر هست. قطب مذکر افرادی که مسائل ارزش‌های پایین دنیوی ارزششون هست. معمولا شخص مورد نظر شما ممکن هست باشه که خب دیگه حرفی در موردش نزنم. میدونین به اندازه کافی چکش میخورم. میگه که من نمیخوام برات بنویسم ولی اینکه فکر میکنم و اینکه خودم جلوی خودم رو میگیرم که یک قدم هم به سمت تو بر ندارم. خب به درک در دهنش زیب زده، ما هم یه قفل میزنیم. میگه که من به تو فکر میکنم، به رابطه‌مون فکر میکنم و همیشه به تو فکر میکنم. خب فکر کن تو انیشتین بشی ایشالله. و کارت آخر میگه که من احساس میکنم که به تو وصل هستم و اینکه تو رو هر لحظه حس میکنی. خب به چه دردی میخوره؟ حسو میکنی، نمیدونم، به نوستالژی داری، ولی وقتی که مشاهده‌ای در مورد تو وجود نداره پس برای من فایده ای نداره. همه چیز در سر و در مغز و در روان باقی بماند و در عمل هیچ فایده ای نداره. اوکی، اینم از یانگ. و اما بریم ببینیم دوستان عزیزان برای شخص مورد نظرتون ببینیم در چه انرژی هایی هست. میگه که من به اندازه کافی بهت نگفتم ولی دوستت دارم عشق من. اوکی، بعد از اینکه شکست رو شناختم و ناامیدی رو دیدم قلبم داره شروع به تپش در میاد، روشن داره میشه قلبم. و کارت بعدی میگه که یه مقدار خودتو ریلکس کن و لحظه حال رو زندگی کن. بسیار خوب. و بریم ببینیم دوستان فرشتگان چه پیامی برای شما دارن. میگن خودتو رها کن، به هیچ دردی نمیخوره از اینکه تو بخوای یک کوه بزرگ رو با پای برهنه طی کنی. از صفر شروع کن. اون سختگیری هایی رو که داری بذار کنار، اون توقعاتی رو که داری بذار کنار. یک راه آسان‌تر هست. وقتی که لحظه اون رسید، این راه جدید سر راه تو باز خواهد شد. یه وقتایی هست دوستان ایدئال هایی رو برای خودمون میسازیم و این ایدئال ها رو میکنیم کفش هایی، نه کفش، وزنه هایی که به پای خودمون وزن میکنیم، در حالی که ما دو روز که بیشتر زنده نیستیم میخوایم خوشحال و خوشبخت باشیم. پس این خوشحالی و خوشبختیمون شاید با تعویض یک مقدار از سختگیری ها و توقعاتمون خیلی قشنگتر و بهتر باهاشون زندگی کنیم، تو زندگیمون خوشبخت‌تر باشیم حداقل. و اما بریم ببینیم که عزیزان از دست رفتمون چی بهمون میگن. عزیزان از دست رفته حرف از انرژی مثبت میزنن. من میدونم که تو به من احتیاج داری، به حمایت و تشویق من. هنوز میتونی روی من حساب کنی، من بهت گوش میدم و برات یک جریان از انرژی من مثبت میفرستم که تو بتونی همه چیز رو روشن ببینی و ببینی بهتر در مسائلی که دور و بر تو دارن در زندگیت میگذرن. رها نکن هرگز. دوستان روح تمام عزیزان از دست رفتم و در شادی و آرامش باشه. این فال شما بود و میبارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار.